یوتیوبر قد بلند 34 ساله فرشاد سایلنت در PS21 بیوگرافی فرشاد دهقانی ملقب به فرشاد سایلنت متولد آبان 1367 در بندرعباس میباشد. فرشاد 4 سال اولیه خود را در بندرعباس بود و بعد از آن به دلیل شغل پدر به اصفهان رفت. از تحصیلات او میتوان به لیسانس مهندسی نرم افزار اشاره کرد. او قدی 1.91 متر دارد. فرشاد سایلنت یکی از بهترین یوتیوبرهای فارسی زبان میباشد که بهترین ریاکشن ها رو دارد. چنل او در سال 2019 به درآمدزایی رسید. فرشاد سایلنت وقتی که به درآمد زیادی دست یافت راهی سوئد شد، چون به دلیل یه سری از قوانین یوتیوب استریم کردن داخل ایران سخت بود. او بزرگترین تفریح خود را گیم میداند. تیم مورد علاقه او بر اساس شواهد پرسپولیس میباشد. هم اکنون 34 خورده ای سن دارد و آبان 1402 به سن 35 سالگی وارد میشود. سلام و درود خدا بر شما باد. در این ویدیو اومدیم فیس یک شخص بسیار شخصی رو ساختیم به اسم فرشاد سایلنت، یکی از بهترین یوتیوبرهای ایران که به بدبختی این فیس رو ساختیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا ما عکسی از فرشاد سایلنت توی اینترنت نداریم که بشه باعث فیس ساخت. فیس فرشاد سایلنت تو بسیار زیبا و خوشگل و مامانی ساختیم و بردیم توی PS21. سنش رو از 34 سال 10 سال کمتر کردیم، رسوندیم به 24 سال و میخوایم ببینیم که اگر فرشاد سایلنت 10 سال قبل فوتبال حرفه‌ای خودش شروع کرده بود داخل اصفهان اصفهان، الان به کجا میرسید؟ آیا میتونه توی آنفیلد، توی لیورپول، بارسلونا، رئال مادرید، پاریس سن ژرمن یا حتی النصر کنار کریستیانو رونالدو بازی بکنه یا نه؟ به چه درجاتی میرسید؟ توپ طلا، بهترین بازیکن اروپا، دبست و غیره، حتی جام جهانی. این فیس رو با کمک یکی از بهترین سازنده های ایرانی ساختیم. حتما رفقا لطف کنید چنل سازنده ها رو، چنل فرهان که این زیر هست و حمایت بکنید، به خاطر اینکه این افراد خیلی زحمت میکشن و متاسفانه دیده نمیشه کارشون به عنوان خودشون. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فرهان میشه که باعث انرژی اینستاگرام فالو بکنید برسیم به 100 کم و فراتر از آن میریم سراغ ویدیو. بله دوستان، هم داره که مشاهده کنید فرشاد سایلنت تو مردم توی سپاهان اصفهان، به خاطر جنات واسهتون خیلی سوال میشه. اما بر اساس یوتیوبرهای قد یوتیوبرهای دیگه که ما ساختیم، همشونو گفتم توضیح دادم، هر یوتیوبری که ما توی بازی میسازیم از شهر یا استانی که ایشون متولد شده، تیمی که اونجا داشته باشه شروع میکنیم. مثلا ایشون توی بندرعباس متولد شد اما بندرعباس تیمی توی پیس نداره و بعد از اون اومد توی اصفهان. خب اصفهان وقتی اومده، اما خب ما آوردیم تو سپاهان، اوورالش هم کردیم 84 که فوروارد واکسه و زیاد نباشه اوورالش. الان فرشاد سایلنت اومده توی سپاهان اصفهان و گفته فصل جدید، انتظارات جدید فرشاد سایلنت در استانه فصل جدید کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده. گفته احساس عالی، درست قبل شروع فصل داریم، ناگفته نمونه. به به فیس، به به زیبایی، فقط یک مقدار موهاش خروسیه مانند خودش نیست دیگه، شرمنده مثل اون نشود در بیاریم، خدایی بهترین کیفیت. ولی اما ما میبینیم پست دلخواه و فرشاد سایلنت میگه که آقا من دوست ندارم که جای دیگه بازی بکنم، فقط میخوام فوروارد نمک بازی بکنم، از جای دیگه درخواست نده به من. آقای اسم سرمربیشون چی بود یادم رفت، تمرینم به ایشون میدیم. ببین ایشون دفاع کلا نمیخواد، مهاجم سرزن 1.97 دفاع میخواد، چه استقامت اینو بره بالا، سرعت اینو بره بالا و شوت زنی مهارتش افزایش پیدا بکنه. شماره دلخواه چند بهش دادی؟ ولی شماره 8 هم بهش دادم به خاطر اینکه آبان ماهیه و آبان یعنی شماره 8. ولی اولین بازی سپاهان آلومینیوم بازی دارن و بله در مجموعه ورشگاه آزادی شبکه 3 بازی شروع میشود. البته ورشگاه آزادی بود. بله سال 3 بعد از دور نقش جهان اصفهان. ای فرشاد سایلنت چرا رو نیمکته؟ از چی گذاشتی تو؟ بله فرشاد سایلنت متأسفانه داخل نداشتم، مثل اینکه بله اوورال 84 فرشاد سایلنت تو نداشتین. ولی ما میریم بازی میکنیم که ببینیم فرشاد سایلنت آیا به عنوان تعویضی در این لباس زرد خوشگل میاد تو یا نه. بله بازی شروع میشه و سپاهان اصفهان دست عکس دست جمعی میگیره، اما فرشاد سایلنت تو نیست. ببینید که فرشاد سایلنت کی میاد تو. بله نیمه دوم شد و فرشاد سایلنت حضور پیدا میکنه در زمین. بله فرشاد سایلنت داره مشاهده کنه با شماره 8 این قد بالای بزرگ و قشنگ، ببینیم که میتونه واسه تیم سپاهان اصفهان گلزنی بکنه یا نه. فرشاد سایلنت حرکت میکنه رو به جلو شماره 81، ببینیم که میتونه به فرشاد پاس بده یا نه. به فرشاد سایلنت توپ رو گرفته، استوپش میکنه، برمیگرده این طرف و شوتشو میزنه. توش مگه میشه نیومدی تو گل بزنی؟ دقیقه 48 بازیه. بله فرشاد سایلنت با این فیس زیبا و چه خوشحالی گلی میکنه این بازیکن، چه شادی گل و سلبریشنی داره و تغییر میکنه. بابا برگرد برگرد این طرفی، نرو تو برگرد. ای بده من آ کات بده فرشاد کاتش بده توی دروازه، گل دوم میزنه دقیقه 92. دو دقیقه وقت اضافه به فرشاد سایلنت، کارو تموم میکنه. ستاره درخشان سپاهانی کارو تموم میکنه و الان 2-1 سپاهان بازی رو کامبک میزنه و داره میبره. فرشاد سایلنت گل زیبا رو ثمر میرسونه. این چهره فرشاد سایلنت، همینجوری ما فرشاد سایلنت رو پشت هم تکرار میکنیم. داداش چهرهش 20 از 20 خدا وکیلی، چه گلی میزنه فرشاد، دمش جز کات خوبی داد به تو. بسین یک آقا جلب اعتماد کردم، خدا وکیلی از دفعه بعدی بذارش ترکیب فیکس بزن، ضربه رو بزن دیگه تمام.
ببین متروماترون زمین رو نشون بده، متروماترون زمین رو نشون بده، دوربین بره روش. بله فرشاد سایلنت، اوهو لباسو میکنه، لباسو میکنه. و تشکر میکنه از هواداران به خاطر حضور شما تشریف های گرم آنها. بابا بابا چه عضلدار روشن انداخته بیرون ها، ماشاءالله. نه دوست داشتم دیگه نگم بهترین بازیکن کی شد. بله استبان دوگیش میبره و پنجم جدول لیگ ایران. فرشاد سایلنت یک بازی دو گل و نمره 7.5. بابا ولمون کن، در این بازی واقعا پیشتر فرشاد سایلنت گل برداری تیمش رو استبان رو به ثمر رسونده. حالا فرشاد سایلنت چند کلمه رو بعد بازی گفت. فرشاد چی گفته؟ گفته یه حرکت عالی بود و من خوشحالم که ما به گل تبدیلش کردیم. ما پیروز رو به خانه آوردیم اما هنوزم جای پیشرفت داریم. داداش چه چیزی اصلا، یعنی چی امروز نوشته فرشاد سایلنت در بازی امروز روی نیمکت است؟ یعنی چی داداش؟ کامبک زدش بردی، دو تا گل هم خودش زد. آقا اومدیم جلوتر و فرشاد سایلنت اومده تو ترکیب اصلی، اما در رابطه نقش جهان اسوان زاده 5.5 بازی داریم با الاتحاد عربستان. حالا بازی شروع میشه، فرشاد سایلنت رو میخوام ببینم که احتمال خیلی زیاد چون فوروارد به قدش بلند ته صف وای میسته. ببینم که درست گفتم یا نه. آقای دانشگر رامین رضایان و ای بابا بابا داداش چرا همه جا باید این کچله باشه؟ بازی اروپا لالیگا ای زهر مار گفت توی آسیا ول نمیکنه، ببینش بیرون. بله فرجتونی داریم مشاهده میکنیم یا نمیکنیم؟ فرجتونی کجاست؟ بله مشاهدهش کردیم. بله فرجت سالنت این قد بالا و زیباش بازی رو شروع میکنه. در ورزش کردن نقش جهان اصفهان کی فکر میشه میکرد که سپاهان با فرشاد سایلنت کار خود رو شروع بکنن؟ یه سری از یوتیوبرا هم البته اومدن توی ورزشگاه و دارن تشویق میکنن و بخاطر فرشاد ورزشگاه پر شده. الان این چه سانتیه کشیدی؟ حرکت کن دوست من، پاس به این مرتب فرشاد سایلنت حرکت کنه بدون آفساید. پشت مدافعین رفاسی تک به تک شدن، تک به تک میشه و فرشاد سایلنت گل اول نشود، نتونست بزنه. فرشاد گل رو از هوا نیست. این چهره یا اول فرشاد چه ترسناک شدی. خدا وکیلی فورواردی خوب های مورایس خجالت. آخه این با این قد میاد کورنر رو بکشه واسه چهار تا. آها آها ببین بشکن بشکن اومدم تو. بزن فرشاد. ووش چه شوتی کرد داداش، گفتم گل شد. برو کنار گل من. آهان باد رو باز کنه فرشاد سایلنت با بیرون پا. حالا رامین رضایان میتونه بکشه رو سر فرشاد سایلنت. خود سایلنت برگردون. وای داداش آکروباتی کار بودیم ما نمیدونستیم. چه قشنگ داره کار میکنه فرشاد داداش. اولین سال فوتسالیشا فوتبال بابا فوتسال و فوتبال من نمیدونم. یعنی ببین بیارین بر بیارین بر خدا وکیل بیام بیام همینا بیام. فرشاد سایلنت شوتر رو میزنه و توی دروازه. داداش منو حال زن قدر اینجا مایستاده و فرشاد سایلنت که اولین گل رسمی شو در اف سی میزنه. بله میزنه زمین و همه روش میریزن اگه اشتباه نکنم. البته اوه داداش مسی تور زدیم اصلا، یاد گل مسی افتادم به رئال. آها فرشاد سایلنت سوپر انجام میده. شوت فرشاد سرکش. آهان آهان بیا 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 بیا. ای وای ماشاءالله یک برهی سبان است و اما تک گل فرشاد سایلنت مازی رو میبره. نشونش بده. بله همین چهره بتنی بازمان کاپیتان شده بود. بازمان ده کاپیتانش رو رسته شده. داداش تو 3-4-5 بازی بازی کرده باشی چجور کاپیتان شدی؟ دیگه مورایس دیگه تش به من شد تشخیص داده این کاپیتان باشه من چیکار کنم. بله بهترین بازیکن فرشاد سایلنت. بله بله و سپاهان متصدی دوم بازی بعد بود. عین اول فضله بازیشو برده یا بازی باخته. بله فرشاد سایلنت در مجموع 5 بازی کرده 4 تا گل. سیسش نمیخوره ولی داره قشنگ بازی میکنه. خیلی خوب تصاحب یک روزی از که تو تیم مسابقه پیشون اصلا سپاهان اصفهان با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. حالا فرشاد سایلنت که تکل مسابقه رو زده گفته بله من موفق به گلزنی شدم. صادقانه بگم هنوز درگش برام سخت، امیدوارم که بتونیم این روند رو توی بازی های آینده هم داشته باشیم. باز دوباره من نمیدونم چه داستانی پیش اومده. فرشاد سایلنت نوشته روی نیمکت است. اوه سپاهان پرسپولیس، سپاهان پرسپولیس در ورشگاه آزادی. آقا در ورشگاه آزادی 100%. وای در ورشگاه نقش جهان اصفهان و فرشاد تو ترکیب اصلی فیکسه. آیا این یک نشونه نیستش که فرشاد سایلنت پرسپولیسیه؟ بعد شروع میشه. چقدر خوشحالم داور بالاخره کچل نیست. لیگ برتر خلیج فارس فارس شما بازیکن زیبا. ببین خدا وکیلی فیسی که از فرشاد ساختیم از جسری بازیکنایی که تو پچه خدا وکیلی خیلی بهتره. تازه با اینکه ما از فرشاد سایلنت به این زیبایی و خوشگلی اصلا عکس نبود تو میتونن داداش. ما رفتیم و تو ویدیو در آوردیم دونه دونه پدرمون در اومد. هی 2500 بی سرعت ویدیو رو 2500م کردم عکس کشیدم بیرون همراه و ادمین خوشگلمون آقای کیان. ما بازی رو شروع می‌کنیم. فرشاد سایلنت قد بلند چقر و سرعتی ببینم که میتونه باز دوباره جلب بکنه نظر مورایس رو و از این به بعد آرا تلکی بسی فیکس قرار داشته باشه یا نه. فرشاد سایلنت تو رو قطر راست می‌دونیم که جدای تیمس تو رو گرفت. فرشاد توپ رو گرفت شوتش میکنه. چه گلی داداش. منوال زدم. منوال میدونه چقدر سخته ولی این بازیکن منوال زن دقیقه چقدریه و یکبر هیچ مقابل تیم مورد علاقهش گلزنی میکنه. این چهره که اولین دوران حرفه خودش رو در فوتبال رو سبر میذاره سونه با این چهره زیبا و خوشگل با کلاس در اولین بازیش مقابل پرسپولیس گلزنی میکنه و تیمش رو یکبر
داره جلو میندازه. دوست داشتم این گل رو تو ورزشگاه آزادی بهشون میزد، اونجا حال میداد. تمام، بله تمام میشه. بعد بازی فرشاد سالنت تونستش تیمشو بار دیگه قهرمان بکنه. البته قهرمان که ترس کنم، منظورم بردن جلوی آقای یحیاس و بتونه بتونه زمین شوره 8 فرشاد سالنت. بله ببین الان ما 30 امتیاز صد جدولیم و در کل 11 تا بازی کردیم، 10 تا برد داشتیم، یه دونه کلا باخت داشتیم و 9 امتیاز اختلاف داریم با دوم. فرشاد 13 تا بازی کرده، 9 تا گل زده، خدای آمار خیلی خوبی داشته، ولی اگر این بازی انصافا بیرون باشه واقعا از این تیم میره. خب شانس آورد دیگه. حالا ببینیم در ادامه چی میشه. میرسیم به اولین روز نقل و انتقالات، اولین روز نیم فصل و بازشون پنجره نقل و انتقالاتی. ببین واسه این فرشاد سالنت متأسفانه هیچ پیشنهادی نیومده توی مذاکراتش و الان نمیشه اینجا آینده روشن در نظر فرشاد سالنت جوان از همون حرفا زده و سپاهان صدر جدول با اختلاف 43. اوه سپاهان صدر جدول با اختلاف 11 امتیاز. ولی من الان میخوام ببینم که فرشاد آقای گل شده یا نشده فعلا. آقا فرشاد سالنت یه گل دیگه بزنه تو لیگ آقای گل میشه، ماشاءالله. این چه ری زیبا، 22 تا بازی کرده با سه سپاهان و 14 تا گل زده، 2 تا بازی گل داشته و در مجموع 16 تا تاثیرگذاری مستقیم داشته. خیلی خوبه و قطعاً هم اگر که ما تو سپاهان بمونیم قهرمان میشیم. فرشاد سالنت جزو بهترین فصل میشه، آقای گل هم میشه، اما قراش آینده خیلی خوبی نداره. پس همونجوری خودش دوست داشت لژیونر میشیم. چه تیمی ببرم به تیم فرشاد سالنت؟ چه تیمی ببرم؟ چه تیمی دوست داری خودت؟ درخواست انتقال به منچستر یونایتد جواب چه خواهد بود؟ آیا فرشاد سالنت جوان را که 24 سال سن دارد میگیرن یا نمیگیرن روز مذاکره یا پس جوابشون؟ یا علی جواب گرفت دوش. اولین بار ما پیشاد نیم فرشاد سالنت رو هوا زد. هاداگ ارک هاداگ 4,751,890 دلار پیشنهاد دادم بهش. فرشاد سالنت قبول میکنه و خدا نگهدار سپاهان اصفهان، خدا نگهدار. چقدر برای ما زحمت کشیدی، ولی الان وقت خداحافظی است و وقت پیوستن به من یونایتد. خدا نگهدار شما. فرشاد سالنت در من یونایتد. کی فکرشو میکرد؟ بله من یونایتد داره مشاهده میکنه فرشاد سالنت که از اون تورها با این قد بلند و فیس زیبا و خوشگل خودش میگه اینجا بشینم کجا بشینم. بله بسیار متاسفانه هانزه وارد اصلا نشون من قرارداد تا الان نمسن، متاسفانه نمیدونن که کجا بشینن، ولی ایشون میگه که اونجا بشینن، همونجا میشینه قرارداد امضا بکنه. یه دفعه خاطر علی هم میزنم از این جنگولک بازی رو در نمیاره که بخواد دست بندازه سر کجل چون نمیدونن پسی بزنم اینا. به 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 فیس فرشتونه خدای کی فکرشون میکرد یه یوتیوبر بره من یونایتد کار خودش شروع کنه با این فیس زیبا. این فقط چه گفتنگی زگی روز خیلی خاص برای من بوده، مشتاق منظر لحظات حضور در این باشگاه هستم. برای من برای نشون از هر چیز دیگه مهمتر نمیتونم برای دیدن همه شما در روز مسابقه صبر کنم. چقدر خوشگل خدا بکی. شروع جدید در منچستر یونایتد. اولین بازی بازیای دوستانه است که حالا ما باید خودمون نشون تو بازیای دوستانه، ولی نمیدونم که فرشاد سالنت سوی ترکیب میذاره یا نه. قطعاً باید بذاره داداش، نمیشه ندارتش تو. اولین بازی ما فیورنتینا فرشاد سالنت در بازی امروز در ترکیب اصلی. ایجنت کجا آوردتت؟ کجا آوردت هت؟ از نقش جهان آوردمت اولترافورد انگلستان. خودم نرفتم اون تو رو بردم، ولی برو ببینم فرشاد سالنت کجاست. داداش فرشاد چرا رشور لقب واسه اون فرشادو ندیدی منوزا؟ فرشاد کجاست؟ داداش من نمیبینمش. او ته واسداده. بابا همه یوتیوبرها شو اسپید و همه جمع شدن تا بازی فرشاد سالنت رو ببینن و آرزو میکنن که ای کاش ما جای فرشاد سالنت بودیم، ولی نمیتونن. ولی همین چهره زیبا، همین چهره قدر و قد بالا خوشگل. بریم بازی رو شروع ما فرشاد سالنت شماره 11، فرشاد شماره 11 بازی رو شروع بکنم و ببینیم که در اولین بازی خود با پیراهن من یونایتد شیاطین سرخ چیکار میکنه. فرشاد سالنت توپ گرفته میره واسه شوت زنه. چه گلا درسون فرشاد، فرشاد توپ رو گرفت، حالا میره شوت بزنه. شوت فرشاد داداش توی دروازه، توی دروازه منوال شد. فرشاد سالنت اولین بازی دقیقه 30. بله بله شادی گل نگاهم خوبی داری. فرشاد سالنت شادی گلش که خودش، یعنی مطمئنم یک بار تو عمرش شادی گل انجام میداد اگر که فوتبالیست میشد. بده بیاد فرشاد بزن. فرشاد اینور دوداش گل حال کن گل رو. چه گلی زد، بیا مدل مسی هم داره شاده گل میکنه. چه گلی زد ببین. بله نگاه نذاش زرمونو بزن. چقدر من توی این ویدیو دارم زر میزنم احساس میکنم، بنده خدا ادیتوری که داره ادیت میکنه. بله 2-1 اولین بازی رو میبره و اعتمادی که تن هاگ هم حاد نکرده بود فرشاد سالنت جواب میده. بله ایمانت کن دوباره لباس هر رو میکنه و سلام میکنه، میگه اه شما این من شما رو میشناسم. بله آقا دیگه حالا میخوای نره تو چش یارو بسته دیگه. بله تشکر رو میکنه از فرشاد سالنت بخاطر دو تا گلی زده و جایی سر بالا و سرسینه رو داده بالا، داره قشنگ بازیشو میکنه. 7.5 بهترین بازی شماره 11. ببین همینجوری بر اساس اینکه داره ارتقای رتبه پیدا میکنه ارتقای شماره هم پیدا میکنه. 8 رسید به 11 و داره
اولین بازی 2 گل، ماشاءالله. ساعت 7 شب در ورزشگاه واندا متروپولیتانو فرج تالنت در مقابل اتلتیکو مادرید میخواد بازی بکنه و در رکیب اصلی رشورد هم گفته چی ما در مقابل رشورد میخوام بسا فرشاد میخوام رشورد ما میخوام چیکار رشورد کیلو چند تو فکر کنم ما این مادرو ببریم کاور ببریم مادام اولین کاپی فرشاد سایلنس میتونه باشه در دوران هرفش در 6-7 ما اگر اشتباه نکنم میتونه اشتباه نمیکنه کلا من اشتباه نمیکنم بعد فرج تالنت رو مشاهده میکنید آخرین نفر داره اضافه میشه پشت رشورد شماره 11 اونجا دارم میگه داش کاپشو رو عوض شد دانشی آقا کاپشو رو عوض شد یه لحظه بودم کاپ بالاخره اصلی بود ما رو اسکول کی رو بردی امیدوارم که جلوی سیمون هم خودتون نشون بدی بخاطر اینکه اگر اینجا خودتون نشون بدی خیلی توی چشم ها و بر سر زبان ها میافتی آهان آفرین آنتونی بیارش برو برو فرشید برو ماشاءالله هوش برو جنو بودو چیپو بزن یا اول فن توی دروازه توی دروازه داداش به اوبلاکی گل زدم که اوورال دروازه منش 90 بالاست به 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 حرکت رو داشته باش واسه فرشاد سایلنت انتشاری خودش میزنه و مارکوس رشورد توپ رو گرفته فرشاد سایلنت اضافه شد رفت سگ به تک ببینه که گلر میتونه بزنه به اوبلاک یا نه چیپ آنیش گول بعدی دو تا چیپ به اوبلاک حالشو کردی حال کرد یا نگرد بعد فرشاد سایلنت میاد دوباره توی دومین بازی رسمی خودش دو تا گل میزنه البته سومین بازیشه و یه دونه بازی هم خودمون بازی نکردیم مارکوس رشورد چرا دیگه پاس کردش وای بله فرشاد سایلنت خوشحال میشه اولین کاپ دوران افری خودش در دوران زندگی فوتبالیش رو میبره داداش وارانو چرا اینا کی این کسی ری تو بازی ما فرشاد بابا نیا بغل این هر کی دسم ما بعدمون مینازش میاد بغلمون تو قشنگ دوری میبینی بود بعد آقای فرشاد هو هو میبره بالا اولین کاپ برای فرشاد سایلنت در دوران حرفه ایش در دوران فوتبالیش این چهره به سمت راست رو مشاهده میکنیم از کادر رفت بیرون کاپ رو گرفت بهترین بازیکن فرشاد تو دوش سه تا بازی کردیم 5 تا گل زدیم بارک واقعا بارک الله دعوت شد تیم ملی فقو فرشاد رفت تیم ملی اولین بازیمون با ژاپن آزادی استادیوم فرشاد سالت به جای چهارم شما رو نمو گرفته و گفته چیزی تغییر نکرده من برای انجام کار مهمی در ترکیب هستم من کسی هستم که در این کار مهارت دارم بیرم فیسو بزنیم بازیکن اروپا کی شد فرشاد که نمیشه امباپه اولین بازی مهم لیگ شروع شده امروز فرشاد سایلنت در رکیب اصلی و ما دومیم دوتا برد به دست آوردیم و امروز با لیورپول بازی داریم ساعت 1 ظهر داربی هم گفته بین منچستر سیتی من چی دارم داربی امروز بین لیورپول و ما و گفته چه بازیکن چه مربی چه هوادار هیچکس نمیخواد در دو تیم طرف بازنده باشه و ببینم که فرشاد سایلنت گذاشته داخل یا نه کجا گذاشتتش آقا رفتیم تو رختکن چی نگین فرشاد بخواد تجربه کسب کنه برو ببینم ما لیورپول نیستیم تیمی هستیم که جمعیت رو به وجد میاریم حالا برید بیرون و نشونش بدید خیلی میگه خوش آمدید در این حد متوجه شدم ولی نمیفهمم که چرا باید مگوایر کاپیتان باشه در حضور دخا اینو نمیفهمم واقعا احبسیس بابا شم با اعتماد به نفس و اوکی بریم ببینم جلو فندک چیکار میتونیم بکنیم فرشاسان بازی شروع میکنه مقابل یکی از برترین تیم های انگلستان قرار دو تا از بهترین ها بازی کنن تماشاگران نشستن هیچ شور و هیجانی در استادیوم نیست جان گل خوردیم چجوری گل خوردیم اصلا درش ما گل خوردیم شروع هیجان اومده به ورزش جن زدن احمقا ناک بدبختای برنده نشده بله متاسفانه بعدم باختیم در حضور فرشاد ببینیم در ادامه چیکار میتونه بکنه چون واقعا این بازی نمره 6 هم گرفتیم بیشتر نمره تیمو گرفتیم دیگه آخ منچستر هفتم یا اول فنس فرشاد سایلنت 7 بازی کرد 7 گل زده بهترین آماره رشورد مصدوم شد از همون اول من فهمیدم داشت بوی مصدومیت میاد ولی من خب چیزی نگفتم فرشاد سایلنت گفته در مورد دروازه‌بانش انتخاب شدن برای تیم ملی کشورم افتخار بزرگی من به معنای واقعی کلمه احساس غرور میکنم بله وقت بعدی هم داشتیم بریم ببینیم در ادامه چیکار میتونیم بکنیم ساعت 12 ظهر امروز شما تا جدول مشاهده بکن تاتنهام صدر آرسنال هم امتیازش منچستر یونایتد سوم یه امتیاز که مگر که بتونیم امروز که با تاتنهام بازی کنیم دی فیکس تاتنهام رو ببریم و بکشیمش پایین خودمون صدر جدول لیگ انگلستان میشیم فرشاد سایلنت قاتل تیم های قدر همون چهره که داره خودش گرم میکنه و حرکاتی گرم مایشی میره خواهیم بریم بازی کنیم و فرشاد هم میبرم که ببینیم در این صحنه کس با سون داره رسم میده با هرگن داره رسم میده کلا ندیدیم مرسی یعنی هر چی ما امید داشتیم شما پرپر کردی و بیاین برین دیگه حالا یه دونه امتیاز از ما بالاتر هستن چه ادا اصولایی هم خودشون در میارن برو بریم یا عبد فاس بفرما گل خوردی اصول کشیدی تیمو عقب همینه داداش همین کارا رو داری میکنی رونالدو رفت با بده دیگه بده من ببینم فرشاد بشوت ای پدر صدباتی دفاعی انگل کجا پیدا شدی قارچ جوونه زد
آهان زد، فرشاد رو زدن، فرشاد بلند میشه، یه بار دیگه چیپ، خوراک چیپ فرشاد سایلنت و حالا زیبه چون نجات میده دقیقه که آه به 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 شاده گوده لیونال مسیر رو میره همین چه ریقه شنگ همین چه ریقه زیبا و بعد واقعا دست نکشن اینگه رو سرشه ای بابا مگه ما پسین بابا چرا گوه خوردیم ریدم تو دهنه تو خدا بکی ماگوایر یک خاک تو سرت باختیم مردی که نفهم برو رشورد رو نداشت تو خدا وکیل نمره 7 رو گرفت فرشاد گنده چون بزنه حالا خوبه همینجا وایسادیم الان دوباره تاتنهام چجوری ما برسیم 4 تا 4 تا امتیاز فاصله داریم حالا اوورال فرشاد سایلنت با این فیس زیبای خوشگل شده 85 تون راه رشد اوورال داشته 16 تا بازی کرده تا گل زد اینو واسه گل داشت داره کم میشه آقا هنوز به نیم فصل نرسیدیم رسیدیم به بازی مقدماتی جام جهانی و انتخابی کلا آسیا یعنی انتخابی جام جهانی نه انتخابی آسیا انتخاب چی نوشته نوشته AFC Asian Qualify و ما بعد این بازی رو با ژاپن بازی کنیم و خیلی مهمه که ژاپن رو ببریم و فرشتان در رقیب اصلی فیکس و ما همچنان در جدول سومی بازی شروع میشه و فرشتان رو مشاهده میکنید در انتخابیه سر بودم فرشاد مرسی مرسی رسیدم به این توپه واسه فرشاد به اون طرف تر ببینیم که میتونن گل بزنن یا نه یه دروازه اولین گل فرشاد پاس گل چه پاس گلی داد به جهان بخش ماشاءالله ولی 11 رو علی به ما به آقای فرشاد سایلنت اولین پاس گل خود رو در تیم ملی میدهد من نمیدونم ما این همه شما نگاه کن نگاه کن گل خوردیم گل خوردی گل به خودی عابدزاده نگفتم از چپ گل میزنه نگفتم از چپ گل میزنه حرف منو گوش نکرد مساوی کریم هاشون داش به خود من پاس مانوال میدم پاس ساده بده ساند بکن علم بکن زهر مار بکن بازم نمیشه فرشاد سایلنت بهترین بازیکن بریم جلوتر ببینیم فرشاد تو نیم فصل چیکار میکنه رسیدیم به اولین روز نقل و انتقالات اولین روز نیم فصل یعنی ما رسیده بودیم به سوم دوم هم رسیده بودیم الان ششم و بعد داره گند میزنه بعد داره گند میزنه شما ایورتون نکن پایین نکن دو هیچ از ایورتونی باخت تیم که 17 همه یعنی خاک تو سر آقای هات داگ و ما بعد از این تیم بریم چون ما می‌خوایم که چمپیونز لیگ رو به دست بیاریم و متأسفانه اینا هم لیگ اروپا هم با من خبر نداشتم درخواست انتقال به رئال مادرید با تور که ببینن که فرشاد میگیرن یا نمیگیرن یا علی مدد فرشاد بگیرت نون تو روغنه فردا جوابش میاد یا علی مدد جواب رئال مصاد بشه یا علی مدد بگیر باجو سانی تو علی گرفت داداش خیلی سفید فرشاد ببخشید خیلی خوش شانس فرشاد سایلنت و آنچودی پیشنهاد 5 میلیون و 262 هزار تایی دلاری بهش داده سلام علیکم آقای آنچودی و خدا نگهدار تیم استقلال من یونایتد خدا حافظ و سلام بر رئال مادرید حال مادرید اولین بازی جیرونا عالی بود فرشاد سایلنت بله حضور پیدا میکنه دوباره حالا میپرسه من کجا بشینم داداش همینجا بشینش بفرما هر جا میخوای بشینی بشین اصلا باشگاه خودتونه ولش کن اینا اصلا مهم نیست این کچل رو ولش کن چرت و پرت زیاد میگه سلام نام من فرشاد سایلنت هستش میخوام از هواداران رئال مادرید برید استقبال از من تشکر کنم تو استادیوم میبینمتون در ترکیب اصلی هات کریم واسه کجا گذاشتی آقا نگاه کن جان مهدی تنظیمات عمومی نشون بده خدای رو سوپر استار ادیتور شادی اصلا هیچ چیز دست ندادم من همین الان اومدم بدون اینکه پاس کنم هیچ چیز دارم نشون میدم بهتون بله شروع جدید در رئال مادرید هنگام رونمایی از قرارداد جدید باشگاه یعنی فرشاد سایلنت اینو برای گفتن که من میخوام از باشگاه تشکر کنم تا که من میخوام از باشگاه این اگه گذاش ما بخونیم من میخوام از باشگاه تشکر کنم که تصمیم گرفته منو به اینجا بیاره فکر میکنم تا روز اولی مسابقه شب ها خواب ببره ببین رئال مادرید که الان 55 امتیازی و 15 امتیاز با بارسلونا اصلا فاصله داره قهرمان لیگ شده این چی فقط اینکه شما رو چند تا با آقای فرشاد دادین دیگه حالا اومد واقعا از این حرکتتون خوشم نمیاد هفته بده بهش هفته شما بده بهش به یاد رونالدو بپوشه ایشون بعد اولین بازی رسمی ایشون که داره حالا مسابقه میکنه و حرف میزنه پشت میکروفون های زیاد با جیرونا در ورشکه اونها و دوم حذفی بازی رفته برو بریم اولین بازی فرشاد سایلنت در لالیگا الان این ورزشگاه اصلا مناسب رونمایی از فرشاد سایلنت بود اصلا یوتیوبرای ایرانی جمع میشدن انقدر ورشکا چقدر سفید به فرشاد میاد خدایی همچین جیرونا رو داره گنده میکنه کی ها اوه این فورواردشون بعد بابا شماره 5 رو درست نکردین خب به این بنده خدا بود یعنی شماره 5 فرشاد سایلنت بازی کنه واقعا انتظار چی داری ازش برو ببینم برو داش بیا 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 برو ببینم فرشاد فرشاد برو فرشاد خدا وکیلی برو فرشاد برو
برو فرشاد پاس به بیرون بزن گل رو ببینم توی دروازه اول بازی رسمی اول پاس گل فرشاد سایلنت حالا پاس به آسنسیو میده و جلو میندازه و همین چیزی که دارین مشاهده میکنید و اومده جلوی دوربین تمام و برد رئال مادرید با پاس گل زیبای فرشاد سایلنت بعد از که فرشاد بتونه بازیکن زمین نشود ولی این پاس گل داد خوبه فرشاد نمره 7 رو میگیرد وای فرشاد مصدوم شد زمان مورد نیاز برای بهبودش یک هفته خواهد بود در تمرینات به علت کبودی وای آجی بد شد خیلی خوب آقا لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی لیورپول رئال مادرید جایی که لیورپول اومده برای انتقام گرفتن فرشاد سایلنت در ترکیب اصلی هم داره که توی پست داریم مشاهده میکنید فرشاد سایلنتی که تونسته بود یک بار در لیگ انگلستان دروازه لیورپول رو باز بکنه بار دیگر هم میتونه من این کارو بکنه صادم باشه در رشک سانتیاگو برنابه ما میزبان هستیم ولی متاسفانه اختلافمون توی جدول با بارسلونا که دومه خیلی کم شده و بعد خیلی حواسمون باشه برای قهرمانی به به فرشاد سایلنت اولین حضور خود را در چمپیونز لیگ داره تجربه میکنه داداش گلم دوناروما هم دیدی گفتم دوناروما از اون دور تشخیص دادم دوناروما ببینیمش فرشاد در کنار وریسیوس جونیور به از کادر زد بیرون مشال انقدر شونه شب رفتم این پایین گرفته تو مودریچ میاد با هم دیگه عکس خدای فرشاد کو نگم 33 فرشاد ببرم آقا تو قدت اونجا قطر وایس خب شماره 7 فرشاد سایلنت تو آره اومده جای رونالدو قدم به نهایت به نهایت نمیدونم بعد خاک تو سر دروازه‌بان گل اول خوردی ممنونم ما چرا فقط داریم نقش پاسور رو تو رئال بازی میکنیم ما خودمون اینجا مباحتی داریم بزن گل رو فرشاد توی دروازه توی دروازه بله فرشاد سایلنت که توی لیگ انگلستان بازیگر قشنگ بلده که چه جوری از کجا کدوم زاویه هدف بگیره که آلیسون بکر قشنگ گل بخوره به لیورپول گل زده بله داداش توی لیگ انگلستان بازیگر با منچستر یونایتد بهترین تیم لیگ انگلستان الان متاسفانه فرشاد موفق به پیروز کردن تیم خود نشد ولی مسابقه رو گرفتیم خدا رو شکر لیساندو مارتینز بنده خدا دیگه کلیه‌هاش در گرفت فقط دوید بهترین باز کن فرشاد سایلنت این بازی برگشته رو چیکار کنیم الان ما نگاه کن از این ور چلسی به در سوخته داره میبره از اون طرف هم ما معلوم نیست کدوم میایم بالا اگه میایم بالا خوردیم به چلسی خدا رو شکر از منچستر میمادیم بیرون بازی حساسی است رئال مادرید به دور برگشت مینگرد بازی کنه رئال مادرید یعنی کاماوینگا ممکنه که فقط با یه مسابقه کار تموم بشه اما ما برای این زندگی میکنیم که یک روز دیگه هم بجنگیم خدا عمرت بده چی حرف میزنی ماست شوقا ببین فرش ببین بازی برای چون زمین اوناست بتونیم گل بهشون بزنیم کار تمومه فرشاد سالن در رکیب اصلی سادم میشه در رشکای آنفیلد که فرشاد میدونه دقیقاً کجا بزنه تورای آنفیلد و بلده ونیسیوس جونیور گفته چی ما میدونیم که مقابل یه تیم مقدم قرار داریم ما معتقدیم که همه چی اینجا مشخص میشه نه پس معتقد نباش همه چی اونجا مشخص میشه همه چی اینجا مشخص میشه دیگه داداش حرفا میزنی بازی شروع میشه بعد فرشاد سالن تو اینجا داریم رد شد دیگه بقیه‌اش به درد نمیخوره فقط فرشاد ما میخواست بازی شروع میشه بعد این بازی بیان یار مرگ و زندگی است چه کسی به فینال چمپیونز لیگ راه پیدا میکند فرشاد سایلنت یا لیورپولز آهان ماشاءالله گل من بیا گل بیا ماشاءالله رودریگو پاس میده حالا بیا اینور بزن گل رو توی دروازه فرشاد سایلنت باز هم ماسه گل زنی رئال مادرید میشه پاس گل فرشاد سایلنت هر کاری میکنه که رئال مادرید به فینال چمپیونز لیگ راه پیدا کنه و چمپیونز لیگ 15 ام خود را بگیرن بله فرشاد سایلنت که اینجا با عرق جبین کریخته هد به هد میکنه با وینیسیوس سمت راست داریم مشاهدهش میکنیم این بازیکن چقدر خسته شده داداش وایسا آقای آسنسیو خان نزن ایول تمام و صعود مرحله فینال چمپیونز لیگ با فرشاد سایلنت بله چون رو 11 داره نشون میده فهمیدیم چون رو 11 بله فرشاد سایلنت میاد بغلش میکنه و بهش تبریک میگه گلی که مثلا رسون رو بله فرشاد سایلنت خوشحاله اولین صعود خود را به چمپیونز لیگ میکنه و ناراحت آقای گومز گریه میکنه اشک میریزه نامیده تمام میکنه کارشو فرشاد سایلنت اتلتیکو حذف شده و ما فینال میخوریم به چلسی بله فرشاد سایلنت تو الان نمره شده 85 25 سالش شده یه سال سنش رفته بالاتر 21 بازی کرده 9 تا گل زده 2 تا بازی گل که آمار خوبی نیست خدا وکیلی ولی بعدم آمار خوبی نیست بله فرشاد سایلنت متاسفانه به خاطر بازی که کردش به خاطر اینکه این فصل اومدش و مصدوم هم شد بهترین بازیکن فصل نشدش بله بازی فینال چمپیونز لیگ چلسی رئال شروع میشه بعد فینال چمپیونز لیگ بده بیاد کوپا رو رئال داش قهرمان شد رئال مادرید با تفاضل گل برد لیگ رو
جان من بگیر اینجا رو، تو رو خدا بگیر اینجا رو. 92 تا امتیاز ما داریم، بارسا هم 92 تا امتیاز داره. اوکی بعد بریم سراغ تفاضل گل دیگه. تفاضل گل بگیر، تفاضل گل ما 40، تفاضل گل بارسا 44 برای ما قهرمان شدیم. خدا شکر. ای خدا ساعت نوشه تفرشکان ساندیو به ربا. کلا این ویدیو پارتی بازیه داداش، فینال بعد تو برشکا بی‌طرف باشه. اون بعد تفاضل گل ما کمتر بودیم بعد قهرمان. بله فرجندانی ما داریم مشاهده میکنید مقابل چلسی شماره 7 رئال مادرید، این چهره پرشاد سایلنت سانتیاگو برنابئو. همه رئال مادریدی، یعنی خوشم میاد پارتی بازی تمام 50-50 باید باشن، ولی همه رئالی. کاپ هم که چرت و پرت و دریوری هر چی دلشون خواست گذاشتن. رادریگو، وینیسیوس، رامات، فرشاد سایلنت. گل گلاب علاوه شروع میشه و هم دیگه فینال چمپیونز لیگ رو ما شاهده خواهیم کرد بین رئال مادرید و چلسی. بده من ببینم فرشاد سایلنت پاس به وینیسیوس جونیور، تک به تک وینیسیوس هنو توی دروازه. حالا تأثیر فرشاد سایلنت رو داریم مشاهده میکنید توی رئال مادرید. علکی به شماره 7 نرسید، میتونستن شماره 7 رو بشنن، ولی به همین چهره فرشاد سایلنت که الان مشاهدهش خواهیم کرد همین چهره. بله تشکر میکنه وینیسیوس جونیور و آقای فرشاد سایلنت میگه قابلیت نداشته باشه گلم و سوت تمام. فرشاد سایلنت با این فیس زیبا قهرمان چمپیونز لیگ میشود با رئال مادرید و 15 چمپیونز لیگ رئال مادرید رو فرشاد سایلنت به دست میاره با شماره 7. حالا خوشحال و خرسند فرشاد که یوتیوب نرفت اومد فوتبال. ناراحت نباشید دوستان، ناراحت نباشید، بذارید فرشاد هم در شادی شما شریک باشد. البته ما پاس گل شما از کی داری؟ از فرشاد. به اومد میخواد دوناروما سلفی رو بگیره. فرشاد سایلنت میاد اضافه میشه و اینجا قدش تقریبا اندازه دوناروماست. به به فکر سلفی زیبا رو بگیره. آی شوخی دستی. بله کاپ رو میبره بالا رئال مادرید و ببینم که کاپ داخل رو فرشاد سایلنت میرسه کاپو میبره بالا یا نه. به به آقای فرشاد سایلنت داره مشاهده میکنه کاپو گرفته و سمت تماشاگرها کاپ رو میبره بالا. شماره 7 ببینیم که اصلا ببینید توی این فصل فرشاد خیلی خوب کار نکرد به خاطر مسئولیتی که داشت و اینکه تازه نیم فصل هم اومد تازه از اون مدتر. کلا بازی خیلی خوبی انجام نداد، ولی جای هاش کریم بنزما رو با اوورال 85 گرفت با اینکه اوورال 89 بود بنزما. بهترین بازیکن نشد به خاطر اینکه وینیسیوس گل زد. در مجموع اوورال شد 85 25 سال شد 20 در کل 75 تا بازی کردش در این ویدیو 40 تا گل زد 11 تا پاس کل آمار خوبی داشتش. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. باشه اگر که از این ویدیو لذت بردید حتما سازنده رو حمایت بکنید، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب و فراموش نشه که بازی انرژی اینستاگرام فالو بکنید. سترسی مثل کافه فراتر از آن یک کامنت هم به عشق خودمون بذار